وزارت امور خارجه آمریکا در آستانه روز جهانی زن به 10 زن از 10 کشور مختلف جایزه ویژه شهامت اهدا کرد. این جایزه همساله به زنانی از سراسر جهان تعلق میگیره که در زمینه کمک به برقراری صلح، عدالت، حقوق بشر و برابری زن و مرد از خود شهامت و شجاعت‌های خاصی نشون دادن. هدر هیگن باتن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، جایزه امسال رو در مراسمی که با حضور میشل اوباما، بانوی اول آمریکا برگزار شد، به برندگان اعطا کرد. خانم اوباما در سخنانی گفت هرچند که شرایط ما ممکن است متفاوت باشد، اما در بسیاری از جهات راه حل مشکلات ما زنان یکی است. So when we see these women raise their voices and move their feet and empower others to create change. وقتی که ما می‌بینیم این زنان تلاش می‌کنند و برای قدرت بخشیدن به دیگران و ایجاد تغییر گام برمی‌دارند، لازم است که بپذیریم که هر یک از ما همان قدرت و همان تعهد را داریم. بله، زنانی از کشورهای زیمبابوه، اوکراین، فیجی، هندوستان و افغانستان از جمله نامزدهای دریافت این جایزه وزارت امور خارجه آمریکا بودند. و اما گزارشی تازه که از سوی دفتر حقوق اساسی اتحادیه اروپا منتشر شده، حاکی از اون هست که خشونت علیه زنان با ابعادی گسترده در جای جای جهان مشهود است و نشانگر ابعاد سوء استفاده است که در خانه، محل کار، اجتماع و در فضای مجازی از زنها میشه. این گزارش جزئیاتی رو از موارد خشونت علیه زنان به تفصیل ارائه میده و نمونه های رو هم از مواردی ذکر میکنه که خشونت جنسی یا انواع دیگری از خشونت های بدنی علیه دختران خردسال یا نوجوانان اعمال میشه. این گزارش بر ضرورت توجه به ابعاد و میزان اعمال خشونت علیه دختران و زنان و به کارگیری سیاست‌های مناسب برای پیشگیری از ادامه یا تکرار چنین مواردی تاکید میکنه و بر اون تاکید میکنه که سیاستگزاران و مسئولان دولتی همه کشورها موظفند در قبال این معضل موضعی قاطع اتخاذ کنند. آماری که بر مبنای تحقیقات مبسوط اتحادیه اروپا پیرامون خشونت علیه زنان به دست اومده، حاکی از اون هست که 33% زنان تا قبل از 15 سالگی مورد آزار جنسی قرار گرفتند. 22% اونها توسط همسر یا دوست پسرشون قربانی کتک یا اعمال خشونت فیزیکی از جمله جنسی واقع شدند. 5% زنان زمانی در زندگیشون قربانی تجاوز جنسی شدند. 43% زنان مورد خشونت روانی قرار گرفتند. 11% این جامعه آماری در فضای مجازی قربانی آزار شدند و 67% از این جامعه آماری هم هیچگاه مواردی رو که طی اون مورد آزار یا سوء استفاده قرار گرفته یا قربانی تجاوز جنسی شدن هرگز به پلیس یا مرجع قانونی موارد رو گزارش ندادند. گزارش تازه دفتر حقوق اساسی اتحادیه اروپا بر پایه گسترده ترین و مفصل ترین نظرسنجی شکل گرفته که تاکنون در این خصوص تهیه شده است. مدیر این دفتر میگه آماری که از این نظرسنجی و تحقیق حاصل شده بیانگر اهمیت قضیه و عمق این مشکل و فاجعه هست و توجه ویژه مقام های دولتی تمامی کشورها را طلب میکنه تا راهکارهای کارآمد برای ریشه‌کن کردن اعمال تبعیض و خشونت علیه دختران و زنان در نظر گرفته بشه و مبارزه با این مشکل بزرگ و جدی به شکلی ریشه‌ای انجام بگیره و از حرف به مرحله عمل در بیاد.